بینندگان و همراهان برنامه نگاه روز، من سودابه عباسی و دیگر همکارانم در این بخش از برنامه نگاه روز در خدمت شما خواهیم بود. موضوع امروز برنامه اعتراض علیه کشتار کولبران و واکنش جمهوری اسلامیه. جوانان بیکار زیادی در کردستان برای امرار معاش خودشون و خانواده هاشون مجبور به حمل بار در مرزها هستند که نیروهای مرزبانی ایران باعث میشه که حملات وحشیانه‌ای علیه اونا صورت بده که در نهایت باعث کشتار اونها میشه. در برنامه امروز عبدالگل‌پریان مهمون برنامه ما هستن تا در این باره به سوالات ما پاسخ بدن. عبدالگل‌پریان درود و به برنامه ما خوش اومدید. درود بر شما، متشکرم. ابتدا لطفا در مورد پدیده کولبری در کردستان به بینندگان ما توضیح بدید و اینکه به چه دلیل این حملات از طرف نیروهای مرزی صورت میگیره علیه کولبرها. خب پدیده کولبری الان در مرزهای غرب کشور پدیده تازه نیست. متاسفانه میتونم بگم این الان گسترش پیدا کرده حتی به جنوب شرق کشور، تو منطقه سیستان و بلوچستان. برحال بحث ما اینجا رو جامعه مسئله کردستانه که سالها شاید بگم از 15 سال قبل به این طرف بیشتر گسترش پیدا کرده. پدیده کولبری عمدتا ناشی از وضعیت فقر و فلاکت و بیکاری و کلی از مشکلاتی که مردم در مناطق مرزی باهاش روبرو هستن. کار نیست، بیکاری هست، کارگران بیکار، جوانان بیکار از حقوق بیکاری برخوردار نیستن، در نتیجه ناچارن به این کار شاق و جهنمی رو بیارن و الان تنها حتی به مسئله مردها که قبلا مردها این کار انجام میدادن خلاصه نمیشه، زنها تو این کار وارد شدن. جوانانی که حتی تحصیلاتشون در سطح لیسانسه و چون کار ندارن جمهوری اسلامی در واقع یه جهنمه به تمام معنا رو تحمیل کرده به مردم مناطق مرزی. و من میخوام اینم اضافه کنم که در موارد متعددی کودکان حتی تو این کار شرکت میکنن و این وضعیتی که جمهوری اسلامی بهشون تحمیل کرده و حتی نمیشه گفت بردبار، یه زندگی جهنمیه و هر آن نیروهای جمهوری اسلامی تحت عناوین مختلف به خاطر رقابت‌های خودشون نهادهای دولتی در کردستان با تجار و بازرگان و غیره در رابطه با این مسئله به کولبران شلیک میکنن. من حتما در ادامه برنامه توضیح خواهم داد چرا به کولبران شلیک میشه و چه دلایلی داره، حتما روی این مسئله مقداری فوکوس خواهم کرد. تا کنون چه اشکال اعتراضی برای دفاع از کولبرا صورت گرفته؟ طی همین سالهای گذشته اعتراضات متعددی صورت گرفته. اعتراضات خود کولبران، حمایت‌های مردم طی چند سال گذشته، مواردی از کمپین در حمایت از کولبران رو داشتیم در شهرهای کردستان و حتی به درجاتی از شهرهای مختلف ایران از کولبران حمایت کردن. کمپین های صورت گرفته قبلا و این کماکان این اعتراضات و این حمایت ها مدام به تناوب ادامه داشته، مواقع اوج گرفته، مواقع مثلا در سطح پایین تری بوده، ولی کماکان اعتراض و نارضایتی کولبران برای خواست و مطالباتشون که همون یا کار مناسب یا حقوق بیکاری اعتراض کردن، مبارزه کردن و این یک پدیده ثبت شده تو مبارزه کولبران در کردستان. اخیراً یک اعتراض گسترده با هشتک کولبر نکشی در مدیای اجتماعی راه افتاده که فرمانده پلیس مرزبانی کولبرها رو قاچاقچی فراخوند و اعلام کرده. نظر شما در این باره چی هست؟ ابتدا اینو بگم که این حمایتی که الان هست، این
هشتگی در مورد کولبران را نکشید واقعا ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده. شاید نشه گفت که در سطح حمایت از 3 نفر که حکم اعدام گرفتن مال سال 98، ولی در سطح در یه سطحی بی نظیر بوده و اینو باید تقویت کرد. این از یه طرف. از طرف دیگه ادعای این فرمانده و این فرماندار و نهادهای حکومت مبنی بر بار قاچاق و اینا رو اجازه بدی من یه توضیح مختصری سر این بدم. داستان از این قراره که گولبران در صف شاید بیشتر از 1000 نفره از مسیرهای عبور میکنن که مرزبانان تعیین کردن و از اونا باج میگیرن، به نوعی اسمشو گذاشتن گمرکان. منتها در یه جاهای دیگه گولبران برای این که این پول رو ازشون نگیرن، این گمرکات ازشون نگیرن، این باجخواهی ازشون نگیرن، از مسیرهای دیگری عبور میکنن و اینا مورد شلیک نیروهای حکومت در مرز قرار میگیرن. یه جنبش اینه، یه جنبش اینه که در واقع بین نهادهای حکومت و تجار کلان در کردستان ایران و کردستان عراق یه رقابتی وجود داره در رابطه با نحوه دستیابی به کالاهاشون و اینجا کولبرانن که قربانی میشن، کولبرانی که حاضر نیستن این گمرکات بدن برای اینکه یه لقمه نون درست حسابی برای خانواده‌شون تامین بکنن. تحت عنوان حمل بار قاچاق بهشون شلیک میکنن، بارشون رو مصادره میکنن، احشامشون رو میکشن و این صحبت ها و این چرندیات فرمانده و فرمانده رو چی میدونن نهادهای حکومت کاملا نادرست، غلط و برای انحراف افکار عمومیه و مردم کردستان خودشون هم این مسئله رو به خوبی واقعاً نمی‌دونن. در اعتراض به این کشتارها و در حمایت از کولبران چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم؟ همین کمپین ها، همین اعتراضات، همین حرکتی که الان در شبکه های اجتماعی، در میدیای اجتماعی راه افتاده به نظر من یکی از راهکارهای حمایت از کولبرانه. در اعتراض به وحشیگری و آدمکشی مدیران جمهوری اسلامی در حق کولبران و این یه وجهشه. گوشه دیگه شاید حمایت ها و اعتراضات مردم باشه در شهرها. من پیشتر اشاره کردم که مسئله کولبران الان دیگه خلاصه نمیشه به حمایت در سطح مردم کردستان، در سطح سراسر کشور ازشون حمایت میشه، حتی در خارج کشور و این یه مسئله ابعاد جهانی پیدا کرده. بسیاری از اتحادیه‌های مختلف در خارج کشور در حمایت از اونا اظهار نظر کردن، امضا دادن و ازشون حمایت کردن. اینا لازمه گسترش و لازمه تقویته. در کنار این خواست کار مناسب یا بیمه بیکاری یا حقوق بیکاری، خواست اصلی کولبران باید این تأمین بشه و اینو میشه با این حرکت‌های اعتراضی به حکومت اسلامی و آدمکش تحمیل کرد. ممنون از عبدالگلپریان که دعوت ما رو پذیرفتین و همچنین تشکر میکنم از تمام بینندگانی که توی این قسمت از برنامه تا این لحظه ما رو همراهی کردن. با آرزوی شادترین ها و بهترین ها بدرود.